به نام خدا، با سلام خدمت شما دوستان عزیزم. ما تو این جلسه قرار هست که چند تا مثال بیشتر در تود انرژی فعالسازی با هم حل کنیم و نکات بیشتری رو با هم یاد بگیریم. با من همراه باشید. خب بریم سوال که چند تا مثال بیشتر با هم حل کنیم تو این جلسه و سوال اول رو با هم ببینیم. میگه با توجه به نمودار مقابل کدام مطلب نادرست است؟ بسیار خب، گزینه ای میگه انرژی فعالسازی واکنش برگشت برابر 344 کیلو ژول است. انرژی به اسم کیلو ژوله. بعضی موقع بچه‌ها دیده شده که این حالا بعضی از این کنکورهای آزمایشی دارن میگم این شیطنتا رو میکنن که مثلا میگن 344 کیلو ژول، نگید حالا نمودار به اسم کیلو کالری بوده. این رو یه دقت بکنید که خدای نکرده باعث اذیت و آزار شما نشه اینجور حالا سوالاتی که طراحی بعضی موقع میکنن تو این کنکورها. پس انرژی فاز برگشت رو می‌خوایم بررسی کنیم. برگشت از کجا تا کجا بود؟ از فراورده تا این قله. مقدارش چقدر؟ 344 کیلوژول. بنابر این گزینه یک مشکل توش نداریم، کاملا گزینه درستیه. دوم اینکه سرعت واکنش در رفت از سرعت واکنش در برگشت کمتر. ما چطور مقایسه انجام دادیم بین واکنش‌های رفت و برگشت و سرعتشون با اساس انرژی فعالسازی؟ پس این نکته رو با هم داشتیم که هرچه انرژی فعالسازی کوچکتر سرعت بیشتر خواهد بود. بنابراین اینجا انرژی فعالسازی واکنش رفت چقدر؟ 134. برگشت از این فرآیند تا این قله 344. مسلما انرژی فعالسازی واکنش رفت چون کمتره سرعتش هم بیشتره، ولی گزینه دو یه چیز دیگه داره میگه. پس بنابراین گزینه دو گزینه غلطی خواهد بود و جواب این مسئله گزینه دو. اما بریم سراغ 3 و 4 که یک بررسی بازم هم داشته باشیم. میگه واکنش A به اضافه BC، اینا A به اضافه BC که شده A به اضافه C، گرماده واکنش رو در جهت رفت داره بررسی میکنه. بله الان شما داریم انرژی واکنش دهنده ها بیشتر از انرژی فراورده هاست و سطح انرژی واکنش دهنده از فراورده ها بیشتره، پس حتما یک واکنش گرماده رو ما باش مواجه هستیم. پس گزینه 3 درسته. گزینه 4 میگه دلتاش واکنش A به اضافه BC، بازم رفت رو داره میگه، برابر منفی 210 کیلو ژول است. خب منفی 210 که منفیش که درسته چون واکنش گرماده، اما مقدارش رو حساب کنیم. چطور حساب کردیم با هم؟ گفتیم دلتا هاش هست EA منهای E پریم A. EA اینجا رفت میشه 134 منهای اونجا هم که 344 خواهد بود که حاصل میشه منفی 210. پس بنابراین بله گزینه 4 اطلاعات درستی رو داره میده. پس این سوال همین گزینه 2 گزینه درست ما خواهد بود. بریم سراغ سوال بعد. سوال بعد رو با هم بررسی کنیم. میگه با توجه به شکل زیر انرژی فعالسازی واکنش برگشت بر اساس کیلو ژول بر مول کدام است؟ خب یه واکنشی داریم میبینیم که اینجا خوش گفته دلتاش مثبت 68ه. بچه اگر مثبت هم اشاره نمیکرد میتونستیم بفهمیم، چون سطح انرژی واکنش دهنده های ما از فرورده ها کمتره، داریم میبینیم که دلتاش مثبته. الان چی از ما میخواد؟ انرژی فعالسازی رفت رو داده ای پریم آ یا ای آی برگشت. حالا اینجا ای پریم آ نمایش نداده، گفته ای آی برگشت رو میخواد و این یه تیکه رو از ما خواسته. بسیار خب، ما برای اینکه بخوایم حالا این مسئله حل کنیم اول یه چند تا مور با هم انجام بدیم. واکنش ما یک واکنش چیه؟ گرماگیره، به خاطر همین دلتاشش مثبته. بنابر این انرژی فعالسازی رفت مطمئنا از برگشت چی میشه؟ بیشتر میشه. و بازم داریم می‌بینیم مثلا سرعت واکنش رفت کمتر از سرعت واکنش برگشته. پس اینا رو ما دیگه به طور خلاصه میتونیم تو این سوال داشته باشیم و همه رو مرور کردیم. ما برای اینکه بتونیم حالا ای برگشت رو داشته باشیم دو تا راه حل داریم. یکی از خود شکل بریم. کلا اینجا 73.5، 68 این یه تیکه میشه برای ما. گفتم خود شکل رو نگاه نکنیم چون این شکل اصلا ابعادش ابعاد درستی نیست. به اعدادش بعد توجه کرد. الان 73.5 68 رو ازش کم بکنیم این مقدار به وجود میاد، چون همینا مثبتن خدا رو شکر، هم ای ا مثبت هم ای پریم ا هم دلتاش، چون همشون مثبتن به راحتی میتونیم بگیم که کل این عدد هست دلتا 68 بزن این یه تیکه. خب این یه تیکه ما به نظر شما چی میشه؟ چه عددی با 68 جمع شه بشه 73.5؟ خب مثلا من 5.5 دیگه. بنابر این گزینه دو گزینه درسته. راه دوم باز از همون رابطه و فرموله. رابطمون چی بود؟ دلتا هاش بازم هست ای آ منهای ای پریم آ، که اینجا دلتا هاش گفته شده 68ه.
ای آ هم 73 و نیم منهای ای پریم آ، پس ای پریم آ میشه 73 و نیم منهای 68 که میشه همون 5 و نیمی که با هم رسیدیم بهش. بنابراین اینجا میبینیم که گزینه دو گزینه درست برای ما بوده. بریم سراغ سوال بعد. میگه با توجه به واکنش های برگشت پذیر آ به اضافه ب شده سی دلتاش منفی 60 پس گرما ده و دی به اضافه ای شده اف دلتاش هم شده منفی 120. اگر انرژی فعالسازی هر دو واکنش در جهت رفت برابر باشد. بچه ای بیایید با هم رسم کنیم نمودار اینا رو. خب بیایم اینجا که ببینیم چی گفته این مسئله. خب اینجا رو داریم میبینیم جفتشون گرم ماده هستن، بنابر این به این شکل چون انرژی فعالسازی اینا یکیه، من اینجوری اینو رسم بکنم، انرژی فعالسازی جفتشون یکی شده، اولی دلتاشش منفی 60 بود، دومی منفی 100 بود، پس اینو ما دومی در نظر بگیریم که از اینجا تا اینجا دلتاش منفی 120 اینو داشته باشیم و اینجا هم که دلتاش برای ما شده منفی 60. بذارید کامل بنویسم، دلتاش منفی 60. بسیار خوب. و انرژی فعال سازی این دوتا ما هم برابره، یعنی یه ای آ اگر داشته باشیم، ای آ برای دومی، اینم اسمشو میذاریم ای آ برای اولی، این دوتا با هم برابر، یعنی ای آی یک و ای آی دو با هم دیگه برابر خواهند. خیلی خوب ادامه مسئله بخونیم. میگه کدام مطلب درباره انرژی فعالسازی این دو واکنش در جهت برگشت درسته؟ خب انرژی برگشت رو اگر ما یک دقت بهش داشته باشیم برای دومی اینجاست، اینم که شده برای ما ای پریم آی دومی و اینجا میشه چی؟ ای پریم آی اولی. خب الان کدوم یکی از اینها درسته؟ مسلمن اینی که داریم اینه که ای پریم آی دومی از ای پریم آی که باید بیشتر باشه. بسیار خوب بریم سراغ گزینه ها. خب الان دومی میگه دو برابر ایه که نمیتونیم بگیم غلطه، فعلا نگهش داریم. میگه ای آی یک دو برابر ای آی دو، خب این غلطه، دیدیم ای آی ای پریم آی دو بزرگتر بود، پس دو که رد میشه کامل. یا اینجا ای پریم آی دو بزرگتر از ای آی یک میتونه درست باشه. و چهارم میگه ای پریم آی یک بزرگتر از ای پریم آ دو. بنابراین گزینه دو و چهار که قطعا غلطن، چون فهمیدیم که ای پریم آی دو بزرگتر، با شکل فهمیدیم. خب ما برای اینکه دو برابره رو یه مقداری شک داریم، بیایید بچه ها با هم فرمولاشو بس بنویسیم ببینیم که آیا میتونه این رابطه برقرار بشه یا نه. پس بریم سراغ فرمول ها. بیایم اینجا ما برای اولی ما برای جفتشون داریم دلتاش هست ای آیا منهای ای پریما اینو که داشته باشیم. خب و درست بیایم جایگذاری کنیم، تو اولی یه منفی 120 داریم برای دلتاشش، ای آ یعنی همون ای آی دو که با ای آی یک برابر بود، منهای ای پریما آی دو. بسیار خب دیگه چی داریم؟ یه منفی 60 داریم برای این، برای دومیه بود، برای اولیه دوباره بنویسیم که ای آی یک منهای ای پریم آی یک. بسیار خوب این دوتا با هم برابرن، میدونیم این رو، برابر این چه نتیجه میتونم بگیرم؟ میتونم بگم که ای پریم آ دو، من اینو میخوام ببینم، منهای 120 هست ای پریم آ یک. ببینید چیکار دارم میکنم، ای پریم آ دو رو آوردم این بر، 120 هم که همینجا هست که ای آ دو و ای آ یک رو این چیکار کنم اینجا با هم مساوی قرار بدم. الان ای پریم آ دو منهای 120 برابر میشه با چی؟ ای پریم آ یک منهای 60. پس این رو دارم. خب بذارید دیگه دقیق تر بنویسیم که اینجا ای پریم آ دو 60 تا انگار از ای پریم آ یک بیشتره. من اینجا نمیبینم نتیجه که بخواد حاصل کنه که دو برابرشه ای پریم آ دو، دو برابر ای پریم آ یک، همچین چیزی وجود نداره.
بنابراین ما به طور قطعی نمیتونیم راجع به یک صحبت بکنیم، اما گزینه سه قطعا میتونیم بگیم درسته و مشکلی توش نداریم و گزینه سه درسته. ممکنه بعضی از بچه ها همین الان یک سوال بسیار ایجاد شده باشه، خب اومده و واقعا ای پریم آ دو دو برابر ای پریم آ یک بود و از طرفی هم ای پریم آ دو از ای پریم آ بزرگتر، خب دو تا گزینه درست میشد. ببینید بچه ها، الان اگر یک زمانی به حالا مسئله رسیدیم که هر دو اینا درست بود، کدوم که از گزینه ها بهتره از لحاظ جواب دادن؟ این خودش داره میگه که هم بزرگتر ای پریم آ دو هم دو برابره، این فقط میگه بزرگتره. کدوم جواب کامل تر میشد؟ مطمئنن گزینه یک. پس بنابراین ما بین دو تا گزینه که درست میتونه باشه، اون که درست تره رو انتخاب میکنیم. این چیزی که دقیقاً سازمان سنجش همیشه اشاره میکنه بهش و تمایل داره که اون گزینه که درست تره انتخاب بشه. حواسمون پس باشه به این. بریم سراغ سوال بعد. میگه با توجه به جدول و نمودار انرژی پیشرفت زیر، خب ما چی داریم میبینیم؟ دو تا واکنش داریم که واکنش هد فرورده با هم برابر شده، بسیار خب انگار دلتا هاششون یکیه. میگه اگر دلتا هاش واکنش هم منفی 100 باشه، بسیار خب پس اینجا تا اینجا داده منفی 100 مقدارش به اندازه 100. x به اضافه y باشد z کدومه؟ خب اینجا x به اضافه y چیه؟ اصلا x چیه؟ y چیه؟ x میگه انرژی فعالسازی برگشته از اینجا تا اینجا، بسیار خب یه رفت 230. بذارید اینو تو نمودار با هم مشخص کنیم، فکر کنم خیلی بهتر باشه. پس این رو داشته باشیم، بیایم تو نمودار ببینیم میتونیم رسمش بکنیم یا خیر. خب بیایم اینجا، من یه دونه اینجا نمودار دارم به این صورت، اصلا بیاد که با یه رنگ دیگه اون یکی رو مشخص کنیم که قاطی خیلی نشن با هم. تو جفت اینها دلتا شما منفی 100، انرژی فعالسازی رفت رو میخواییم بررسی کنیم برای مسیر یک. این مسیر یکه، اینم مسیر دو. برای مسیر یک یه آیا رفت، اینه از اینجا تا اینجا شده 230، حالا کیلو جول هم هست دیگه، من خیلی واحد رو نمیخوام اینجا درگیر بکنم. بسیار خب مشکلی باش نداریم. و میگه برای مسیر یک انرژی فعالسازی برگشت x، من با یه رنگ دیگه بکشم که مشخص بشه، پس اینجا x برای ما خواهد بود. بسیار خب اینجا y کدومه؟ انرژی فعالسازی برگشت رفت برای این میشه y و z هم برای ما شده این مقدار. بسیار خب میگه که الان مقدار z کدوم؟ با توجه که میدونم x به اضافه y هم شده برای ما 410. خیلی خب بچه ما چطور باید این مسئله رو حل بکنیم؟ بازم چندین و چند راه حل میتونم براش در نظر بگیرم. اول اینکه با استفاده از شکل میتونیم بریم. شاید شکل یه مقدار اینجا اذیت کننده واسه اون باشه، اجازه بدید که با استفاده از روابط بریم، شاید اینجا خیلی بیشتر به دردمون بخوره. مسیر یک دلتا هاشش هست ای آ منهای ای پریم آ، اگه مفهومی رو با یک نمایش بدم که مشکل بر نخوریم. برای مسیر دو بازم دلتا هاش هست ای آی دو منهای ای پریم آی دو. خیلی خوب یه جایگذاری با هم انجام بدیم. دلتا هاش برای اولی منفی 100، چون برای دومی هم منفی 100. خب ای آی مسیر یک خودش گفته 230 و اینجا ای پریم آی یک اینجا شده x برای ما، قبوله؟ اینجا جایگزین کنیم ای پریم آی دو این یه تیکه میشه y، منهای ای پریم آی یک که میشه برای ما z. خب ما الان اینا جایگزین کردیم، مسلمه چون منفی 100 با هم برابره چی میتونم بگم؟ میتونم بگم که 230 منهای x هست ایگرگه منهای زد، اینو قبول داریم. خب اگر هم چیزی رو قبول داشته باشیم، من زد رو میخوام به دست بیارم، پس زد رو میارم این ور، بقیه رو میبرم به سمت راست. زد میشه برای ما 230 به اضافه ایکس به اضافه ایگرگ، این دوتا رو بردم این ور دیگه، منتها این 230 منفیه برای ما چون رفته به سمت راست، پس شده منفی 30 به اضافه ایکس به اضافه ایگرگ.
خیلی خب، من فکر میکنم که مشکل نداریم، چون x به اضافه y ما داده بود، x به اضافه y مقدارش 410ه، پس کافیه که من اگه زده بخوام این دستمیم 410 یه 230 تا ازش کم بکنم. خب چقدر میشه؟ مسلماً حاصلش برای ما 180 خواهد شد. پس بنابراین اگر بریم سراغ گزینه ها، بیاید اینجا توی گزینه ها، بله گزینه 3 عدد مثبت 180 رو داره به ما نشون میده و فکر نمی کنم که دیگه مشکلی داشته باشیم. چند لحظه به من فرصت بدید، دوباره خدمتتون برمیگردم. بریم سراغ سوال بعد. در واکنش فرضی گازی آ به اضافه 2B که ما میده 3 به اضافه D، دلتاش منفی 140، مجموع آنتالپی پیوندهای فرآورده‌ها کمتر است. ببینید بچه‌ها، بعضی مواقع هستش که ما توی کنکور انقدر حواسمون به حل سوالات هست، انقدر استرس داریم و انقدر مشکل بابت فکر کردن حتی داریم که یه جملات طرح سوال قرار میده که بفهمی که ایکیو ما چقدر بالاست و چقدر ما روی هوش خودمون و روی هیجانات خودمون اینجا تسلط داریم. ببینید اینجا میگه مجموع آنتالپی پیوندهای فرآورده کمتر است. خب چی کمتره؟ اگر بگیم از واکنش دهنده ها کمتره، پس بنابراین باید دلتاش مثبت باشه، چون دلتاش چی بود؟ آنتالپی واکنش دهنده یعنی فرآورده، پس این دلتاش منفی چیه؟ بنابراین این دقیقاً ذهن بچه‌ها رو درگیر خواهد کرد که این جمله یعنی چی. ببینید وقتی میگه مجموع آنتالپی فرآورده کمتره، چون نگفته از چی کمتره، خب هر برداشتی شما میتونید انجام بدید، مثلا از اون سطح قله میگیم کمتره، خب مسلما از سطح قله هم کمتر خواهد بود. بنابراین همچین جملاتی رو وقتی دارید میبینید که انگار متناقض کرده کارو، با اعتماد به نفس کامل از این جملات رد شید و نذارید که با حالا روحیه شما بازی بشه سر جلسه کنکور، و اینو حواستون باشه. البته اینوتون بگم که طراح کنکور اگر همچین سوالی طراحی میکنن، اصلا قصد اذیت کردن شما رو ندارن، بلکه قصد آزمون شما رو دارن، و قبلا اشاره کردم که توی درس شیمی الان ایکیو داره سنجیده میشه و میخوام ببینن که با یک بحرانی که برای شما ایجاد میشه چقدر عکس العمل درست شما میتونید انجام بدید. بنابر این حواستون باشه که تصادف رو خودتون داشته باشید. میگه اگر در این واکنش ای آ به ای پی ما 3/5 باشه، انرژی فرسازی واکنش برگشت برابر چی میشه؟ خب بنویسیم اینا رو. فکر کنم فرمولی بریم خیلی بهتره و با شک شاید خیلی جواب نتونیم بگیریم. دلتا هاش هست ای آ منهای ای پریما، و اینجا گفته ای آ بروی ای پریما آ 3/5. بچه نیا کنید، اینجا ای آ کوچکتر از ای پریما هست. من یک کوچولو شکلشو رسم بکنم که تایید همین اتاتی به ما داده باشه. ای آ اینجاست، ای پریم ما اینجا خواهد بود، و ای آ این کوچیک‌تر از ای پریم ما 3/5 نسبتش، و واکنشش گرماده. پس تمامی اطلاعات درستی است که مسئله به ما داده و تناقضی تو اینه نمی‌بینیم، فقط بعد یک حالا ضرب تقسیم بتونیم انجام بدیم دیگه. خب این چی نتیجه می‌گیریم؟ که ای آ هست 3/5 ای پریم ما، فقط ای پریم ما ضرب کنیم، کار خاصی نکردیم. بریم سراغ عدد گذاری این بر. دلتا هاش چقدره؟ منفی 140. اینجا ای آ که به جاش چی میذارم؟ 3/5 ای پریم آ خواهم گذاشت، یه دونه ای پریم آ هم که داریم. خب اینجا منفی 140، 3/5 منهای 1 قاعدتا منفی 2/5 میشه ای پریم آ. خب منفی که با منفی ساده میشه، من ساده سازی ها رو با یه رنگ دیگه انجام بدم، منفی با منفی ساده میشه، 2 با 140 میشه 70 تا، و ای پریما میشه 5 تا 70 تا که میشه چقدر؟ 350 تا. پس الان واکنش برگشت من 350 خواهد بود و بین گزینه ها گزینه 3 و 4 میتونه درست باشه. و میگه صورت واکنش رفت از صورت واکنش برگشت بیشتر یا کمتره؟ خب همینجا میتونه بگیم الان بچه ها انرژی فعالسازی رفت به برگشت 3/5. یعنی چی؟ یعنی که انرژی فعالسازی رفت کوچکتره. وقتی انرژی فعالسازی رفت کوچکتره یعنی چی؟ یعنی سرعتش بیشتره. پس بنابراین سرعت واکنش رفت از سرعت واکنش برگشت بیشتر خواهد بود. پس بنابراین گزینه 3 رو میتونیم اینجا به عنوان گزینه درستمون انتخاب بکنیم. اما بریم سراغ آخرین سوال این جلسمون. میگه در واکنش گرماده 80 کیلوژول گرما آزاد شده است، پس دلتاش منفی 80ه.
انرژی فعالسازی در مسیر برگشت کدام مقدار نمیتواند باشد. بریم ببینیم که معنیش چیه. خب اینجا بیایم ببینیم. خب ما یه دلتا هاشی داریم که هست ایه آ منهای ای پریم آ. خیلی خب. و میدونم که دلتا هاش من منفی 80 خودش اشاره کرده که هست ایه آ منهای ای پریم آ. بیایید راجع به ای پریم آ با هم صحبت بکنیم. الان ای پریم آ میشه ایه آ به اضافه 80. من این آوردم این بر 80 هم بردم اون بر. درست شد. خب میگه کدوم مقدار نمیتونه باشه. بسیار خوب. خب الان ای پریم آ من اعداد و گزینه ها رو بنویسم که اینجا بحث کنیم. گزینه 1 120 بود، گزینه 2 100، گزینه 3 85 و گزینه 4 75. ما گزینه ها رو بخوایم بررسی بکنیم، ببینید الان میگه که ای پریم آ 120 باشه. اگه ای پریم آ 120 باشه ای آ برای ما 40 میشه. ما مشکلی با این موضوع نداریم. واکنش من گرماده دیگه، توی گرماده انرژی فعالسازی رفت از برگشت کمتره. اینو داریم میبینیم که ای آ 40، ای پریم آ 120 و هیچ مشکلی نداریم باش. اگر ای پریم آ 100 بخواد باشه ای آ میشه 20. پس اینو بنویسم ای آ 20. بازم داریم میبینیم که ای آ 20، ای پریم آ 100. اینم مشکلی براش نخواهیم داشت. اگر 85 بخواد باشه ای پریم آ، ای آ 5 و بازم ای آ کوچکتر، پس مشکلی باش نداری. و گزینه آخر میگه ای پریم آ 75 باشه. بچه اگر 75 باشه ای آ به اضافه 80، پس ای آ میشه منفی 5 کیلو ژول. و خب این چیز غیر ممکنیه. چرا؟ چون هم ای آ بزرگتر از صفره، هم ای پریم آ بزرگتر از صفر، هیچ گونه رو منفی نمیتونن باشن. پس بنابراین ما 75 رو نمیتونیم جای ای پریم آ قرار بدیم و غیر ممکنه که انرژی فعالسازی در مسیر برگشت که اون ای پریم آ 75 بخواد باشه. بنابراین ما به این شکل چند تا مثال دیگه با هم حل کردیم تا حالا انواع اقسام سوالاتی که ممکنه تو انرژی فعالسازی به ما بدن و بتونیم باهاش برخورد بکنیم. همه مسائلی که میتونیم برخورد بکنیم با دلتاش هست یا منهای ای پریم آ قابل حل هست و مشکل خاصی نباید با هم داشته باشیم. امیدوارم که این جلسه رو مطالبش یاد گرفته باشیم. از این به بعد حالا وظیفه شماست که تمرین زیاد حل کنید از کتاب‌های مختلف تا بتونید مسلط و خیلی خیلی با تسلط زیادتری حتما روی انرژی فعال سازی سوالا رو حل کنید. روز موفق باشید. خدا نگهدار.